با سلام به بینندگان عزیز تلویزیون راه کارگر، من نصرالله قاضی هستم و برنامه امروز تلویزیون رو که مصادف هستیم با 25 نوامبر که از طرف سازمان ملل هم به عنوان روز جهانی مقابله با خشونت بر زنان در دنیا اعلام شده، از دوست و رفیق گرامی احمد اسکندری خواهش کردیم که در این نشست با ما باشند و در مورد مسائل زنان کردستان در کردستان بزرگ، کردستانی که بخشی از اون در عراق قرار گرفته و بخشی در ایران، در ترکیه و سوریه همینطور، و همینطور فعالیت هایی که این زنان تا به حال توی تاریخ کردن برای احیای حقوق برابر خودشون با مردان، به خصوص در جوامع مردسالار اون منطقه. رفیق احمد اسکندری ناشناخته نیست. ایشون هم کنشگر اجتماعی سیاسی و هم فعال مسائل زنان بودن و قبل از هر چیز من میخوام از ایشون بپرسم که سابقه فعالیت شما در مورد رهایی زنان، حقوق و برابری زنان تا به حال حول چه محورهایی بوده و توی چه فعالیت‌هایی شما شرکت داشتید؟ خیلی ممنون و متشکرم از شما و از دعوتی که کردین و با عرض سلام به بینندگان گرامی. این جالبه که ما دوتا مرد در مورد خشونت علیه زنان صحبت بکنیم. البته به نظر من فمینیست بودن و طرفدار حقوق زن بودن مرد زن نمیشناسه و بنابراین کاملا ما حق داریم که در این مورد صحبت بکنیم. اینی که شما میپرسین، راستش من خب به دلیل اینکه من تو زندگیم همیشه آدم چپ بودم و معتقد به برابری انسان ها بودم، از همون دوران جوانیم طرفدار مسئله برابری زن و مرد بودم. حالا با هر در هر سنی که بودم با اون دانشی که در اون سن داشتم، منتها خیلی پررنگ و برجسته این مسئله در به نظر خودم در آمدن من به سوئد خیلی رشد پیدا کرد و من خوشبختانه در مسیری قرار گرفتم که وارد یه جریانی شدم اینجا که برای برابری زن و مرد فعالیت میکردن و این در این حال چشم منو بیشتر باز کرد بر اون اتفاقاتی که در ایران و در کردستان میفته، در همون بخشایی که شما هم صحبت کردیم و البته در جهان و در اروپا، و این باعث شد که من یواش یواش خودم رو بخشی از این جنبش بدونم و شروع کردم به تماس گرفتن با سازمانهای دفاع از حقوق زنان در کردستان عراق، به خصوص بعد از خروج دولت صدام حسین، ارتش صدام حسین از کردستان عراق بعد از جنگ اول خلیج در دهه 90، و رفت آمدی داشتم به اونجا، سر می زدم و بهشون خیلی کمک می کردم. از جمله کمک هایی که مثلا می کردم این بود که اونجا خانه های امن زنان درست کرده بودن و اینجا من رابطه برقرار کردم براشون و تعدادی از زنان رو خوشبختانه از اون، یعنی میشه گفت از مرگ نجات دادیم. اونا البته کارا رو اونجا انجام میدادن، منتها منم با روابطی که اینجا برقرار میکردم از طریق سازمانهای زنان و تشکلهایی که اینجا بود و البته بعضی تشکلهای دولتی در سوئد، تونستیم یه تعدادی از اینا رو بیاریم بیرون به آلمان و به سوئد و خوشبختانه چند تن از اینا تونستن زندگی جدیدی رو شروع بکنن. به علاوه من دست به کار ترجمه زدم و سندی هست به اسم کنوانسیون
مبارزه علیه هر نوع خشونت در مورد زنان. این به زبان کردی ترجمه نشده بود. اصطلاحا در زبانهای خارجی بهش میگن سیداو، CEDAW که حروف اختصاری این کنوانسیون هست. من اینو به زبان کردی ترجمه کردم. خانم شهرزاد مجاب، پروفسور شهرزاد مجاب کتابی چاپ کردن ایشون، یعنی ویراستار یک کتاب بودن، ببخش از کتاب مال خودشون بود، به اسم زنان یک ملت بی دولت، حالت کیس کردها، زنان کرد، به زبان انگلیسی بود. من بخشی از این کتاب رو که تحقیقی هست در مورد موقعیت زنان در جمهوری مهاباد سال 1946، اینو من هم به فارسی و هم به کردی ترجمه کردم. بعد در مورد قتل‌های ناموسی و خشونت ناموسی هم سخنرانی کردم، در سمینارها شرکت کردم و چندین مقاله ترجمه کردم و یک کتاب هم ترجمه کردم از انگلیسی به کردی، یک قسمتش هم به فارسی ترجمه کردم، متاسفانه کامل نشده. یه خانم آنتروپولوژیست نروژی هست که نوشته، کتاب اسمش هست، اگه ترجمه فارسیشو بگم، به نام شرف، کشتن و شرم، در مورد قتل‌های ناموسی که در سوئد و در کشورهای اسکاندیناوی انجام گرفته، به اضافه فعالیت‌های دیگه. و ها از جمله مثلا یه تنها مصاحبه مطبوعاتی سیمون دو بوار هست با تلویزیون فرانسه، اگه اشتباه نکنم سال 1975 بود، من اینو پیدا کردم و ترجمه کردم، به اونم هم به زبان کردی هم به زبان فارسی و در خیلی سایت ها پخش شده. به هر حال خیلی علاقمند بودم به مسئله و از نزدیک با گروه ها، سازمان ها و جریانات زیادی شرکت کردم و در سمینارهای مختلف در کشورهای مختلف و از جمله در کردستان عراق در چندین سمینار اونجا شرکت کردم و این مسئله مبارزه برای حقوق برابر برای زنان، حقوق جنسیتی برابر و علیه خشونت رو امر خودم دونستم همیشه. بله، خیلی ازتون ممنونم. شما با این فعالیت های عملی و فرهنگی در ترجمه و نشر این مطالب به خصوص اونای کردی و فارسی خدمات بسیار ارزنده ای رو انجام دادید. البته من از تجربه شخصی خودم صحبت میکنم، با چندین نفر زنان فعالی که برای حقوق زنان فعالیت میکنن من بارها صحبت داشتم، همیشه اونا میگفتن که مردها نباید، البته نه همشون، عذر میخوام ازتون، برخی معتقد بودن که مردها نباید وارد فعالیت های زنان بشن. اما چندی پیش با یکی از خانوم ها به اسم خانم شاهین نبایی، شاید ایشون رو بشناسید، بله، در حال تحقیق در مورد همین قتل های ناموسی هم هستن که شما گفتید در اون فعالیت داشتی صحبت میکردم، ایشون معتقد بودن که نه اینطور نیست و حتما مردان مترقی میتونن به عنوان حمایت از زنان تو این مسائل فعال باشن، ولی خب طبیعتا رهبری این مبارزه باید با خود زنان باشه، چون که آزادی زنان به دست خود زنان میسر میشه. من از توضیحاتی که دارید واقعا ممنونم. میخواستم از شما این سوال رو بپرسم که آیا خشونت بر زنان در کردستان با خشونت بر زنان در سایر نقاط ایران، مثلا مناطق مرکزی، شرقی، هیچ تفاوتی داره اصلا؟ اگر داره این تفاوت ها چیا هستن؟ ببینید، مسئله اساسی اینه که اصولا خشونت علیه زنان بر اساس یک سیستم مردسالاری هست و یک سیستم اقتصادی اجتماعی هست که جهان شمول هست، در تمام دنیا عمل میکنه و این خشونت جاری هستش در تمام کشورهای مختلف، علی رغم هر سیستم
اجتماعی و حتی هر نوع پیشرفت اقتصادی که باشن فرماش فرق میکنه. خب خشونت علیه زنان در اروپا یه جوریه، در آفریقا و آمریکای لاتینو یا قاره آمریکا، آمریکای جنوبی و آسیا فرق میکنه. منتها علاوه بر این جهان شمول بودن و از این زاویه میخوام بگم که خشونت بر علیه زنان، بر زنان کردستان از این زاویه همون خشونتی که در مناطق دیگه در ایران انجام میگیره. منتها بله تفاوتهایی هست. تفاوت ها بخشش به این مربوط میشه که در کردستان یه ستم ملی هست و این ستم ملی پیامدهای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی داره که این در رابطه زن و مرد و در موقعیت زنان در جامعه، بر موقعیت زنان در جامعه تأثیر میذاره. برای مثال ناموزون بودن رشد اقتصادی در مناطق مختلف، هرچند در تمام ایران خب یکسان نیست، منتها در کردستان به طور مشخص دلایل سیاسی معینی پشتش بوده که مثلا بعضی صنایع وارد کردستان نشه. مثلا اصلا تصادفیه که در کردستان راه آهن وجود نداره. میدونم در جاهای دیگه هم نیست، ولی در راه آهن خیلی نزدیک کردستان شده و به این طرف نیومده. و یا اینکه شما هیچ صنعت سنگینی در این منطقه نمیبینی. این یه بخش از مسئله هست که منطقه به لحاظ اقتصادی آگاهانه به عقب نگه داشته شده. منتها به لحاظ سیاسی اشکالات دیگه ای پیدا میشه و اون اینه که حتی زنایی که در طول تاریخ، در این تاریخ اخیر البته، شرکت کردن در مبارزه علیه ستم جنسیتی، اینا خودشون بر این تصور بودن که و این تلاش رو داشتن که فعلا همه چیز باید متوجه رفع ستم ملی باشه، فعلا ستم ملی حذف بشه از کردستان و ما همه وزن اونجا در اینجا به کار ببریم. و فکر میکردن این زنان، به نظر من به نادرست، فکر میکردن که مبارزه علیه ستم ملی کافیه برای اینکه اون یکی بعدن حاصل میشه. این در اون جنبه جذابیه. در از زاویه مردان مسئله این بوده که اتفاقا اونا یه نوع آگاهانه اینو به کار بردن و گفتن نه 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 فعلا ساکت باشین، برای اینکه ستم ملی زن و مرد نمیشناسه و شما لطفا الان هیچ چیزی نگین. اگر کردستان آزاد شد، حالا اون آزادی که اونا میگن خود مختاری، فدرال یا هرچی، بعد خب معلومه زنها هم به حقوق خودشون میرسن. و این درست اون استدلالیه که شما مثلا به طبقه کارگر یا طبقات فقیر و پایین جامعه بگین که لطفا راجع به مبارزه طبقاتی و اختلاف طبقاتی فعلا صحبتی نکنین، دشمن عمده ما جمهوری اسلامیه، چه فرق میکنه تو در هر موقعیتی باشی، این رژیم بر تو ستم میکنه، بنابراین همه هم مقاممون اون باشه. از این زاویه مردان جامعه تلاششون بر این بوده که زنها رو باز دارن از اینکه در مورد ستم جنسیتی و خشونت علیه زنان صحبتی بکنن و بعضی وقتا هم تاریخ تراشی کردن که گفتن نه ما اصلا اینجوری نیست، تو جامعه ما اینجوری نیست، احترام میذارن و از این صحبت ها. از این زاویه اگه نگاه بکنین این اختلاف رو میبینین. سال 2004 اینجا در سوئد یک کنفرانسی بود، در همین عنوانش همین بود، کنفرانس علیه خشونت در مورد زنان، کنفرانس زنان کرد بود. زنان و مردانی رو، البته بیشتر زنان، دعوت کرده بودن، هم از کردستان هم از کشورهای مختلف اینجا جمع شده بودن. منم اونجا بودم، منم سخنران بودم و اونجا اتفاقا بعدش یه جایی مصاحبه کردن. من اونجا گفتم که ما با سه وجه از زندگی و مبارزه زنان در این کنفرانس مواجه شدیم. یکی ستم جنسیتی هست که به تمام زنان در عراق وارد میشه، کرد و عرب و غیره. دوم ستمی هست که در درون جامعه کردستان، علاوه بر اون یکی ستم، در درون جامعه ستم به دلیل روابطی که در خود جامعه هست انجام میگیره. و اون خشونت دومش بخشیش
نتیجه در نتیجه ستم ملی هست که بر مردم کردستان اعمال میشه. منتها یه جنبه دیگه ای هم داره و اون بودن یه جنبش قوی زنان هست که هم علیه این مبارزه اومده جلو و داره عمل میکنه و هم تونسته پیشرفتهایی هم به دست بیاره و این به نظر من همچنان عمل میکنه. تا الان هم الان 2004 بوده، الان که 2020 تا الان هم این مسئله هست. بنابراین از این به اصطلاح زاویه هست که میتونیم مسئله رو بررسی بکنیم. خیلی ممنونم. شما به مسائل خیلی زیادی اشاره کردید که روی این ستم مرد سالارانه به زنان جامعه واقع میشه، به مسائل اقتصادی، به توسعه اقتصادی و مسائل سیاسی اشاره کردید. یکی از فاکتورهای خیلی جدی در این رابطه مرد سالاریه که توی فرهنگ اهالی تمام مناطق عقب مونده از نظر اقتصادی کم و بیش دیده میشه، ولی میخواستم اینجا ببینم نقش مذهب چه فاکتوری رو بازی میکنه. آیا اعتقادات، رسوم یا حتی قوانین اسلامی نقش به خصوصی داشتن تا به حال که بشه راجبش صحبت کرد و احیانا میشه باش مبارزه کرد در جهت رهایی زنان؟ بله، این مسئله نقش داشته. یکی از چیزهایی که من در سالهای اخیر متوجه شدم و فکر نمی کردم این مسئله اهمیت داره، مسئله یعنی اهمیتش به لحاظ مذهبی، مسئله ختنه کردن زنان هست. بله. و من متوجه شدم که این مسئله در مذهب تسنن و مذهب تشیع با هم فرق میکنه. یعنی در اونطوری که من فهمیدم، حالا امیدوارم اینطور باشه، برای اینکه از کسایی شنیدم که در دستی در کار دارن و در این مورد کار کردن، در مذهب تشیع اجباری نیست برای اینکه زنان رو ختنه بکنن و این در مذهب تسنن اینجوری نیست. منتها یه مسئله هست و اون اینه که مذهب در این منطقه از جهان و شاید در همه دنیا اینجوری باشه، به نوعی عجین شده با سنت ها و باورهای دیگه‌ای که حتی قبل از اون مذهب معین هم در این مورد مشخص اسلام در اون منطقه وجود داشته. یکی این بوده تفاوت. یکی دیگه اینه که در بعد از سقوط، حتی قبل از البته سقوط صدام حسین در عراق، به دلیل حضور قوی و پررنگ جمهوری اسلامی در منطقه و به دلیل اینکه جمهوری اسلامی تلاش بسیار زیادی کرد که از جریانات مذهبی دفاع بکنه در کردستان، در کنار جریان هایی که به هر حال خودشون رو سکولار میدونن و میخواست این نیروها قوی بشن، اینه که جریانات مذهبی هم نیروی مسلح پیدا کردن و هم به دلیل فقر شدید اقتصادی که اونجا بود، اتفاقا مسئله زنان رو اهمیت زیادی بهش دادن. مثلا یه نمونه، در اوائل دهه 90 فقر شدیدی کردستان عراق رو فرا گرفته بود، برای اینکه هم محاصره عراق به طور کلی محاصره اقتصادی بود از طرف آمریکا و قدرت‌های غربی و هم کردستان عراق از طرف دولت مرکزی عراق تحت محاصره بود. بنابراین اوضاع بسیار بسیار اسفناک بود. من سال 1992 سفری که داشتم به کردستان، یکی از سالهایی بود که خاطرات بسیار تلخی داشتم از فقر مردمی که شما روزمره می دیدین و آدم شرم می کرد وقتی که زور می رفتین در یه رستوران یا یه کبابی مثلا یه غذایی بخوری، اینقدر گدا دوروبرش زیاد بود. در این شرایط جریانات مذهبی می اومدن، پول می دادن، اولا در ثانی مثلا آرد می دادن به خانواده ها، روغن میدادن، منتها یه تقاضا هم داشتن و اون اینه که زنای این خانواده محجبه بشن، حجاب داشته باشن. و خب معلومه در این فقر تأثیر زیادی کرده بود. یهو با این پدیده مواجه شده بودیم که
که تعداد زنای محجبه زیاد شدن، این نه از روی اعتقادات مذهبی این افراد و حتی نه از روی فشار خانواده و جامعه، بلکه یه دلیل اقتصادی داشت. من فقط برای مقایسه براتون بگم، بار اولی که من رفتم شهر سلیمانیه از کردستان ایران که رفتم، یکی از چیزایی که در دهه 80 یکی از چیزایی که خیلی توجهمو جلب کرد، تو خیابون که میرفتم تعداد تابلوهایی بود که دکترهای زن توی این خیابون بودن و من این تعداد زن دکتر رو نه در مهاباد، نه در سنندج، نه من خودم اهل سقز هستم، اونجا ندیده بودم. خب سقز رو نمیشه، منتها سنندج رو میشه مقایسه کرد با سلیمانیه. یعنی زنان اونجا در یه موقعیت دیگه بودن. این به جای خودش، سال 2003 که صدام حسین سقوط کرد، یکی از عقبگردهای مهمی که در مورد زنان تأثیر گذاشت این بود که قانون اساسی رو که شروع کردن بنویسن، ماده اولش رو نوشته بودن که همه چیز باید مطابق با شریعت اسلامی باشه و سر این ماده دعوای بسیار زیادی شد. سرانجام یه عده مخالفت میکردن، مخالفتشون هم این بود که خب مذاهب دیگه هستن، ادیان دیگه هستن و خلاصه یه جوری دیگه ممکنه تفسیر بشه. سرانجام با یه فرم عوضش نکردن، فقط فرمول بندیش عوض کردن که هیچ قانونی و هیچ چیزی در عراق نباید اجرا بشه که در مخالفت با اصول قبول شده و اساسی اسلام باشه و قرآن باشه. و خب این متاسفانه تأثیر خودش روی کردستان هم گذاشت و از این زاویه جریانات مذهبی رشد کردن. الان اونا در پارلمان عضو دارن، عضو پارلمان دارن، احزابی هستن نسبتاً قوی، تلویزیون دارن، امکانات دارن و خب شما میدونین از ترکیه، از جمهوری اسلامی، از عربستان و از اینا هم بعضیاشون بودجه گرفتن. بله، شما اشاره کردید به این مسئله فرمول گذاری قانون اساسی برای اقلیم کردستان. با توضیحاتی که دادید، وضعیت زنان مسیحی در این منطقه چطوریه؟ آیا از نظر برابری های مرد و زن اونا در موقعیت بهتری به سر میبرن یا اونا هم شامل همین به اصطلاح اجحافی که قوانین اسلامی و سنت اسلامی به زنا وارد میکنه، اونا هم از همین شرایط باید در رنج باشن؟ نه، میدونیم مسئله اینجوریه که اون چیزایی که ما مثلا در ایران یا بعضی کشورهای دیگه مثل ایران میبینیم این شرایط نیست، بخصوص در کردستان عراق. اونا مثلا حجاب اجباری نیست در کردستان عراق، برای هیچ در هیچ جا حجاب اجباری نیست. و من در شهر سلیمانی همین مثلا دو سال پیش، سه سال پیش، شب بیرون و توی کافه اینا، شما درست مثل چه میگم، اگر بگم مثل زمان ایران در زمان شاه، مثلا شما زنها دخترها میبینین که کافه میرن، رستوران میرن، بیرون میرن. زنای مسیحی یا غیر مسلمان، چون فقط مسیحی نیستن، مذاهب دیگه هم هستن، اینا از این زاویه هیچ تحت فشار نیستن. یعنی به علت مسیحی بودن یا به علت داشتن یک مذهب و آیین دیگه، مثلا یزیدی ها و اونای دیگه، از این زاویه اونا تحت فشار نیستن. ولی عرض کردم به لحاظ قانونی، مثلا چیزی که خیلی سر و صدا پیدا کرد سال 2008، مسئله به اصطلاح قانونی اومد در پارلمان کردستان به اسم قانون تعدد زوجات. و این قانون تعدد زوجات سر و صدای بسیار زیادی پیدا کرد. همینجا توی شهر استکهلم یه سمینار برپا شد، منم یکی از سخنرانا بودم اونجا و کلی سر این مسئله صحبت کردم. من اتفاقا در صحبتهای خودم مقایسه کردم کشورهای مختلف اسلامی رو، گفتم نمیخوام مثلا با سوئد یا با فرانسه و آلمان مقایسه بکنم که نگین اینا فرق داره. رفتم با مثلا با تونس مقایسه کردم. در تونس سالها، و فکر کنم الان هم اینجوریه، گفتم تونس که کشور اسلامیه دیگه، اکثریتشون مسلمونن،
اونجا شما لازم نیست برین پیش آخوند برای عقد، شما میتونین نرین. یعنی ازدواج مدنی حداقل در زمان بن علی تا قبل از این بهار عربی وجود داشته در اونجا، و حتی سن ازدواج هم بالا بوده. در قانونی که آورده بودن به پارلمان کردستان عراق، هم سن ازدواج اومده بود پایین و هم اجازه میداد، حالا با اما و اگرهایی، اجازه میداد به زن دوم و سوم بگیرن، که بالاخره بعد از فشار زیاد جنبش زنان، فعالین زنان، تظاهرات شد تو شهرهای کردستان، مردم زیادی رفتن جلوی پارلمان، اینو تغییراتی درش دادن که این اما و اگرها یه خورده بیشتر شد. ولی به هر حال اجازه زن دوم حذف نشد. خیلی سختگیری کردن، اون اندازه به اصطلاح آسون نیست که در بقیه نقاط عراق هست. متامیدونی نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد که از شهرهای کردستان مردی که میخواست زن بگیره میرفت زن دوم رو بر میداشت میرفت خارج از کردستان، اونجایی که تحت حکومت اقلیم کردستان هست، اونجا عقدش میکرد، ازدواج رسمی میشد و بر میگشت. و شما وقتی که ازدواج رسمی در عراق دارین، خب اینجا که نمیتونن ازدواج رو به اصطلاح منحلش بکنن یا به همش بزنن. از این نظر بود که فشار اومد برای به زنا، منتها به دلیل مذهبی بودن نه، فشاری نیومد. خیلی ممنونم. شما تو صحبتاتون به زنان کرد که بدون حجاب از خونه میان بیرون اشاره کردید. اینو من توی چند مقاله دیگه، مقالات تحقیقی هم خونده بودم که زنان کرد جز اولین زنانی هستند که توی این منطقه از خاورمیانه موهاشون رو نمی‌پوشونن. با توجه به این که این منطقه از دنیا برای قرنها یا تحت تسلط امپراتوری ایران بوده یا تحت تسلط امپراتوری عثمانی بوده و هر دو مراسم و رسوم اسلامی رو به جامعه تحمیل می کردن، چه سابقه ای هست یا چه علتی هست، از چه موقع این قضیه شروع شد اگر اطلاع دارید که زنان بدون حجاب در بیرون از منزل حاضر بشن، در حالی که می بینیم در شهرهای ایران به خصوص بعد از جمهوری اسلامی خب این جرم خیلی بزرگیه و گرفتاری های زیادی هم برای زنان ایرانی غیر کردستان ایجاد کرده بوده. علت تاریخیش رو شما میتونید توضیح بدید؟ بله، به لحاظ تاریخی اینجوری بوده که اصولا زنان کرد لباس محلی میپوشیدن در شهرها. در روستاهایی که زنان اینقدر وارد کار میشدن و اینقدر در حقیقت یه نوع برابری در کار بین زنان و مردان در روستاها بوده، به لحاظ کار کردن، وقتی که می اومدن خونه مرد مرد بود، زن زن بود. یعنی زن دیگه لباس شستن و نمیدونم خونه تمیز کردن و ظرف شویی، غذا درست کردن و نگهداری از بچه، همه اینا به عهده زن بود. منتها بیرون که می رفتن یه نوع حالت مساوی بود بینشون و اینا کار می کردن و قاطی شدن پسرها و دخترهای جوان در مزارع و زنان و مردان در مزارع و در بیرون خیلی زیاد بوده. لباس کردی لباس پوشیده ای نبوده به این لحاظ و همیشه این اجازه رو میداده که زنان با این لباسا در جمع حالا خانوادگی یا بزرگتر ظاهر بشن. یه نمونه جالب هست، بازم خانم شهرزاد مجاب یه تحقیقی کرده در این مورد. در زمان رضا شاه سال اگه اشتباه نکنم 1307 وقتی قانون منع حجاب صادر میشه، مأمورینی از مرکز میفرستن به ولایات که برن اونجا و به اصطلاح نظارت بکنن بر رعایت کشف حجاب در این منطقه و زنان رو وادار بکنن که حجابشون رو برمیدارن. گزارشی که نمایندگان مأمورین فرستاده شده به کردستان به مرکز فرستادن، این در آرشیو هست و خانم مجاب از اینجا اینو درآورده. اونا تو گزارششون نوشتن ما رفتیم، منتها ما هیچ لزومی ندیدیم از سر کسی حجاب برداریم، برای اینکه نبود.
اینا حجاب نداشتن، یه لباس محلی داشتن، به این لباس محلی حجاب نیست. در حقیقت حجاب زن کرد وقتی کامل بود، حالا من از خانواده خودم، از مادرم و از فامیل خودم صحبت بکنم، وقتی کامل بود که اینا میرفتن روی جانماز و شروع میکردن به نماز خوندن، در اون شرایط دیگه حجابشون، یعنی حجابشون کامل بود که مویی پیدا نباشه اینا، ولی به محض اینکه نماز تموم میشد دیگه این عوض میشد. یه دلیلش حالا دلیل اجتماعی اقتصادی این میتونه باشه، منتها من فکر میکنم در مناطق دیگه، مناطق عشایری دیگه این دیده شده. بله، همینطور که میگید توی سایر مناطق عشایری حتی رقصای دست جمعی زنان هم وجود داره که توی کردستان خیلی دیده میشه، ولی توی شمال و جنوب ایران هم عشایر به همین وضع رفتار میکنن، و این کاملا با اون سیستمی که دولت مرکزی ایران به مردم اجهاف میکنه کاملا فرق میکنه و متمایزه. در مورد خشونت بر زنان که با هم صحبت میکردیم، میدونیم که خشونت فقط خشونت فیزیکی نیست، میتونه خشونت روحی و روانی باشه، خشونت اقتصادی باشه و امثال هم. یکی از آماری که از کردستان میاد و دیده میشه خودکشی زنانه در این منطقه، که معمولا ربط داده میشه به خشونت هایی که در خانواده بیشتر و بعد در جامعه به اونا روا میشه. این قضیه رو شما چطوری میبینید؟ راستش در مورد مسئله خودکشی، برای اینکه من که در این شمال اروپا زندگی میکنم، اینجا مسئله خودکشی مسئله جدی هست، و به خصوص این کشورهای اسکاندیناوی، سوئد و نروژ و فنلاند هم آمار خودکشی در این کشورها بالا هستش. مسئله خودکشی رو خب البته از زاویه جنسیتی که نگاه بکنیم فرق میکنه با اینکه خودکشی به طور کلی جوانها خودکشی بکنن که در این کشورها اینجوریه، منتها وقتی که توجه بیشتری میشه خب صد البته برمیگرده به شرایط ویژه‌ای که دخترها و زنها در اون قرار دارن. مسئله اول اینه که خب تنها راه بیرون اومدن زنا دخترها از خونه رفتن به مدرسه و تحصیل هست، و در مواردی که احیانا زنی کار داشته باشه میتونه به محل کارش بره. خب با توجه به محدودیت های زیادی که در مقابل زنها میذارن، این زنها به محض اینکه کوچکترین سوء ظنی به اونا بشه، این سوء ظن ها ای بسا از طرف برادر یا در مواردی پدر و حتی ممکنه پسر عمو اینا، و در مواردی حتی همسر، اونایی که همسر دارن، ممکنه فشار به حدی برسه که زن رو ناچار بکنه به اینکه خودکشی بکنه. یکی از مواردی که روی در این زمینه خوب برجسته هست مسئله زنان بیوه هست. بیوه به دو معنا، هم زنانی که شوهرشون حالا تصادف ماشین بوده یا به هر دلیلی در طول جنگایی هم که شده، بمباران و نمیدونم این درگیری ها و اینا، و یا که زنایی که دیگه آنچنان تحت فشار هستن که به اصطلاح پی تمام مشکلات برگشتن به خانواده پدر همراه بچه بعضی وقتا رو به تنشون میمالن، برمیگردن و اونجا به دلیل اینکه بیوه هستن تحت فشار زیادی قرار میگیرن، برای اینکه دیگه محدودیت های خیلی زیادی براشون قائل میشن. تو نباید بخندی، بر روی مرد بخندی، نباید زیاد جلوی در وایسی، نباید بری بیرون، نمیدونم زیاد توی فروشگاه منتظر بشی الی آخر. من با اینجا با زنای اروپایی زیادی حداقل در مورد سوئد مواجه شدم که همسر
همسرشون از اهل خاورمیانه بوده. وقتی که سوال کردم که شما چطور بود جدا شدین، خیلی وقتا مسئله خشونت هم نبوده، میگه زندگی رو به من تلخ کرده بود، برای اینکه من جرأت نمی کردم با دوستای سابقم گرم بگیرم و به اصطلاح صمیمی باشم، برای اینکه اون فکر میکرد اگر مردی من با مردی با خنده و با صمیمیت جواب بدم حتما یه منظوری دارم، رابطه دیگه هم با اون دارم. بخشیش به این برمیگرده، منتها علارغم همه اینا به نظر من برجسته کردنش لازمه، پرداختن به این مسئله لازمه و تلاش کردن برای از بین بردن زمینش لازمه، ولی آنچنان آمار بالایی نیست، هرچند آماریه که تو چشم میخوره. بله، البته آمار سازمان ملل که در مورد تمام کشورهای عضو اعلام کرده، تقریبا 5000 زن در سال به قتل میرسن به دلایل مختلف. شما منظورتون قتل ناموسیه در این مورد؟ نه نه نه، مجموعه قتل ها. در مجموعه قتل ها 5000 که خب بخشی از اونها هم تقریبا شاید یک سومش، بین یک سوم تا یک چهارمش قتل های ناموسی هستن. ولی در کردستان اخباری که دیده میشه اینه که با آتش، مثلا با آتش سوزی یک کسی خودکشی میکنه که این مسئله تو قسمت های دیگه کمتر دیده میشه. البته در خوزستان من شنیدم اخباری بوده که با آتش خودسوزی کردن و این خب نهایت زجر و فشاریه که یک زن میتونه تحمل بکنه. میخواستم ازتون سوال رو و سوال بعدی رو طور دیگه ای تر بکنم. ببینید شاید من میتونم در این مورد یه چیزی بگم اول؟ حتما بفرمایید. این آمار من فکر میکنم شما کم گفتیم، برای اینکه 5000 برای دنیا خیلی کمه. این مسئله 5000 قتل ناموسی در سالهای قبل بوده، این یکی. در مورد خودکشی، خودسوزی، این مسئله از مسائلیه که صحبت زیاد شده و تحقیق هم شده روش، و اتفاقا یه چیز جالبی که در بخصوص در کردستان عراق اتفاق افتاده اینه که دوروبر عیدها، مثلا عید قربان و عید رمضان که عیدهای مهمی هست اونجا، این اتفاق زیاد میفته و دلیلش اینه که میگن که خب خانما خیلی سرکار دارن با آشپزی و آشپزی زیاد و اینا، میگن نه اتفاقا این میتونه زمینه مناسبی باشه برای اینکه اونجا در این حالت خودشون نشون بده. یک کتابی هست، فکر نمیدونم به فارسی ترجمه شده یا نه، به اسم زنده سوخته یا سوخته زنده. یه دختر فلسطینی هست که اون و در یه روزی معینی یه اینو نفت روش میریزن، آتشش میزنن و شرایط رو طوری آماده کردن که این به خودکشی میمونه، منتها به طور معجزه آسایی این خانم نجات پیدا میکنه، الان سوئیس هست و ازدواج هم کرده. و این برای اینکه جزئیات رو تعریف میکنه، ما متوجه میشیم که چه جهنمی براش درست کرده بودن، برای اینکه دختر پسر همسایه گولش زده بود و حاملش کرده بود. از این اتفاقات ممکنه بیفته. منتها یه نکته دیگر هم به نظر من مهمه بخصوص در مورد کردستان عراق، و اون اینه که اینقدر تعداد سازمانهای زنان زیاده و مطبوعات زیاد مینویسن که برجسته شدن حالت ها خیلی اونجا آسون تره تا مناطق دیگه ای از عراق که متاسفانه در اونجا اینا رو گم میکنن. برای اینکه یکی از محققین جنبش زنان من ازش شنیدم، میگم چرا بعد از سقوط صدام حسین یهو این چیزا زیاد شد؟ میگه من تحقیق کردم، در زمان صدام حسین هم تعداد زیاد بوده، منتها مخفی مونده اونجا و دست پیدا کرده بود به اسنادی که اینو ثابت میکرد. بله، خیلی ممنونم. اتفاقا شما به درستی تصحیح کردید. منو عذر میخوام که من اون موقع گفتم این 5000 مال کلی قصد مال قصد ناموسیه. سوال بعدی رو میخواستم اینطوری با شما در میان بذارم.
اگر کم شدن فاصله بین زن و مرد در اجتماع رو بخوایم محک بزنیم، یکی از فاکتوراش اینه که زنان در مسائل اجتماعی چقدر نقش دارن یا به اصطلاح ریاست جایی رو به عهده دارن یا رهبری یه نوع حرکت یا جنبشی رو در دست دارن. این مسئله شرکت در رهبری جامعه چقدر در زنان کردستان، که باز من منظورم تمام چهار منطقه کردستانه، توی مثلا نیم قرن گذشته دیده شده؟ مسئله خیلی جالبیه این، و این خود این میتونه موضوع یه بحثی باشه، برای اینکه در طول تاریخ زنهای زیاد برجسته‌ای در تاریخ کردستان بودن. اسامی که تو کردستان خیلی مشهورن، مثلا یه عادل خانمی بوده که در کردستان ایران و در میدونی اون زمانها شاهزاده نشین بوده در کردستان زیر امپراتوری های ایران و عثمانی، شاهزاده نشین که تو ایران بوده تو کردستان اسمش اردلان بوده. این عادل خانم در این خانواده متولد شده، منتها ازدواج کرده به شاهزاده نشین بابان در کردستان عراق تحت امپراتوری عثمانی رفته، و اونجا وقتی که شوهرش که رئیس عشیره بزرگی بوده فوت میکنه، این خانم خودش رئیس عشیره میشه و از این زاویه شهرت زیادی پیدا کرده. یا حفص خانمی که اون مثلا سالها چند سال بعد از این متولد شده و اون هم نقش برجسته‌ای پیدا کرده. صحبت سر اینه که این زنا اولا چه نقشی داشتن در جامعه، ثانیاً بودن اونا در این موقعیت چقدر تونسته زندگی زنان رو در جامعه آسونتر بکنه یا به مبارزت اونا کمک بکنه. نقطه ای که به نظر من نقطه ضعف هست در احزاب کردستان در هر چهار بخش کردستان، اگر کردستان سوریه رو استثناء بگیریم و تا حدود زیادی کردستان ترکیه هم، اینه که نقش زنان در رهبری خیلی کمرنگ بوده. بر شما هیچ زنی را نمیدین که رهبر یک حزب باشه اولا، در ثانی در دفتر سیاسی زنی را نمیبینین، و در کمیته مرکزی ها تعداد زنایی که هستن خیلی کم هستن، و اتفاقا احزاب مذهبی، احزاب اسلامی در این مورد خیلی دقت کردن که اونا عکس این عمل بکنن. اونا تونستن تعداد زیادی رو مثلا توی نماینده های مجلسشون، اونا خیلی سعی میکنن که زن حتما باشه، و اینطوری هم نیست که این زن یه دکور باشه. زنایی هستن که توانایی های معینی دارن و میتونن به اصطلاح گلیم خودشون رو از آب بیرون بکشن. در کردستان عراق از این نظر متاسفانه خیلی ضعیف عمل کردن و این تأثیر گذاشته بر کل حیات سیاسی و بر مسئله زن در کردستان عراق. در کردستان ایران در درون احزاب سیاسی همینطور بوده متاسفانه، هرچند اونا خب در اپوزیسیون هستن، هیچ فعلا امکانی ندارن، منتها شما در رهبری اونا هم تعداد بسیار کمی اگر باشه زن میبینین. در کردستان ترکیه به خصوص در سالهای اخیر یه جنبشی را افتاده که شبیه اون جنبشیه که بعضی احزاب سبز به اصطلاح احزاب محیط زیست در اروپا و خصوص در مثلا در سوئد عمل میکنن، و اون اینه که رهبری دو نفری و این دو نفر حتما یکیشون باید زن باشه. این در کردستان ترکیه اون حزب هدفه که صلاح الدین دمیرتاش مثلا یکی از رهبراش بود اونجا عمل میکرده، و در کردستان سوریه به خصوص خیلی عمل کرده این، و اونا تونستن زنایی رو جلو بیارن که اتفاقا نقش خیلی برجسته ای هم پیدا کردن. در مواردی بوده که زنایی که در رهبری قرار گرفتن با وجود اینکه اسمش رهبر مشترک بوده، منتها متوجه شدین که نقش اون پررنگتر بوده. مثلا در مصاحبه های مطبوعاتی اون می اومده جلو، در سفرهای خارج می رفته. همین پارسال این خانم الهام احمد از رهبر حزب پی وای دی در
کردستان در رجاوا اون اومده بود و اینجا سخنرانی گذاشته بودن، من رفته بودم و با مصاحبه هاش و این ور اون ور که نگاه می کردم، شما با یه انسانی روبرو میشید که اعتماد به نفس داره و این نشون میده که در اون تشکیلاتی که هست حساب به حرفاش رو به حساب میارن و بهش اهمیت میدن. از این زاویه به نظر من رجاوا خیلی پیشرفت کردن. کردستان ترکیه تعداد بسیار زیادی زنای خیلی کارآمد و برجسته رو آوردن جلو. ما نمونه هاشون در اعضایشون که در پارلمان ترکیه فعال بودن، سخنرانی های آتشینی کردن در اونجا دیدیم، در جنبش های روزمره‌ای که در شهرهای مختلف ترکیه بوده دیدیم و البته گریلاهایی که در هم در بین جنبش مسلحانه پیکاکا هست و هم این جنبشی که در رجاوا هستش در اونجا که نقش خیلی برجسته‌ای دارن. از این زاویه دیدیم، منتها آیا این چقدر این کافی نیست؟ به نظر من مهم اینه که ببینیم به طور عملی در زندگی روزمره زنان چه تأثیری میذاره و من میتونم این ادعا رو بکنم که بخصوص در رجاوا با توجه به آزادی عملی که اونا دارن تأثیر بسیار زیادی حتی همین حال هم گذاشته و میتونه مدل خیلی خوبی باشه برای پیشرفت در این منطقه. منتها خب باید به بافت عشیرتی و بافت اجتماعی بعضی مناطق هم باید در جلو چشمون باشه که در همه جا به این آسانی پیشرفت نمی کنه. بله حتما شما اطلاع دارید که توی 2 یا 3 دهه اخیر، شاید بهتر باشه بگیم 2 دهه اخیر، تلویزیون و اینترنت و شبکه‌های اجتماعی نقش بسزایی توی دادن آگاهی و به اصطلاح توزیع آگاهی بین مردم جامعه داشتن. شما اشاره کردید که در کردستان عراق، اقلیم کردستان، تعداد روزنامه‌های خیلی زیادی بعد از سقوط صدام شروع به کار کرده و اطلاع داریم که تلویزیون‌های زیادی هم تو این منطقه هست. آیا تا به حال زنان تونستن از این میدیا به اصطلاح، از این واسطه استفاده بکنن برای افشای جنایات و خشونت‌هایی که بر علیه مردم میشه؟ ببینید، نمیخوام اون مسئله کشته شدن فلوید سیاه‌پوست آمریکایی رو مطرح کنم که اگر روی دوربین نبود خب پلیس چقدر پرده پوشی میکرد، ولی آیا توی کردستان یا هر 4 منطقه کردستان زنان تونستن از این وسیله آگاهی دهنده و به اصطلاح گرد هم آورنده به نحو احسن استفاده بکنن؟ ببینید، مسئله اینه که بله تونستن. جواب کلیش و خلاصش بله هست، برای اینکه اینا در سمینارهای زیاد، برنامه‌های تلویزیونی حلقه‌ای، مثلا متخصصین آوردن در مورد تاریخچه فمینیسم صحبت کرده، بعد اومده روی تاریخچه زنان کرد و بعد اومده روی اینکه در جنبش کنونی زنان این مسئله چقدر پیشرفت کرده و از این زاویه برخورد کردن با حاکمیتی که در کردستان هست. برخورد حاکمیت به این مسئله چطور بوده؟ قوانین چطور بوده؟ مثلا همین مسئله تعدد زوجات که توی سال 2008 مطرح شد، اونجا برنامه های تلویزیونی بسیار زیادی اجرا شد و در اینجا اونایی که موافق و مخالف اومده بودن بحث می کردن. منتها یه مسئله هست که این در غرب هم هست و اون اینه که شما الان همونطور که در آمریکا مثلا فاکس نیوز و سی این این و ای بی سی تعداد بینندگان اینا رو نمیشه مقایسه کرد با کانال مثلا درجه 2 درجه 3، در کردستان هم این اتفاق افتاده و اون اینه که قدرت های حاکم به طور مشخص حزب دموکرات کردستان عراق و اتحادیه میهنی، اینا هر کدومشون به خصوص پارت دموکرات، اینا 2 کانال خیلی قوی دارن که خبرنگار داره در تمام دنیا لایو پخش میکنه برنامه‌های از مناطق مختلف. خب برنامه‌ای که اینا بذارن
و تعداد بینندهی که اینا دارن خیلی متفاوته با یک کانالی که اهمیت زیادی به مسئله برابری زن و مرد، جنبش زنان و خشونت علیه زنان میده. میخوام بگم که ساعتهایی که اون کانالهای دیگه که تعداد بینندگانشون به این زیادی نیست اونا اختصاص میدن، به اون اندازه نیست که کانالهای اصلی میدن. ولی علارغم این، کانالهای اصلی هم مثلا وقتی که قتلی پیش میاد، همین هفته گذشته یا 3-4 روز پیش 3 تا برادر خواهرشونو حلقاویز کردن در یکی از شهرهای کردستان عراق و اینو خیلی برجسته کردن. و یا یه مورد دیگه که هفته پیش پیش اومد، یه دختر جوان دانشگاه دیده وقتی که میره بهش میگن بیا استخدامت بکنیم در یه سازمانی که اتفاقا دفاع از حقوق بشر رو نمیدونم مسئله زنان این هم مطرحه، وقتی که میره با تعرض جنسی روبرو میشه و اینو به دادگاه میکشونن و خلاصه البته دادگاه یه روند دیگه گرفته، منتها اینو آوردن باهاش مصاحبه کردن، برنامه براش گذاشتن، تونست آزادانه صحبتای خودشو بکنه و در موردش هم تحقیق کردن. مؤسساتی هم گذاشتن که بعضی وقتا رادیو و تلویزیون و میدیا میره، منتها همونطوری که عرض کردم به طور واقعی قدرت اصلی میدیایی دست اونیه که بزرگترین شبکه رو داره و بهترین شبکه و امکانات مالی خیلی زیادی داره. در این حال در چند سال گذشته تعداد زیادی روزنامه هم متاسفانه تعطیل شده و بعضی کانال ها هم نتونستن به کار خودشون ادامه بدن. بله، توزیع خبر بین 4 منطقه کردستان از نظر اینترنت و تلویزیون و روزنامه چطوره؟ آیا هر منطقه از منطقه بغل خودش که توی کشور همسایه است اطلاع خیلی روان و ملموسی دارن با هم دیگه؟ روان و ملموس نمیشه گفت، منتها کاری که کردن تلویزیون، یکی از تلویزیون های وابسته به پارتی دموکرات مثلا یه کار جالبی کرده که در طول روز 3 تا بخش برنامه کردی داره، بخش اخبار، یه بخش اخبارش فقط ویژه ایران و کردستان ایرانه. بله. تمام تحولاتی که مثلا تمام اخبار کرونا و تحولاتی که در ایران تظاهرات و اینا اتفاق میفته اونجا میگه. یه بخششون مختص کردستان سوریه هستش، تحولات اونجا رو نشون میده. یه بخشش مال کردستان ترکیه هستش. این یه نمونه است فقط. خب البته اون رداکسیونی که نشسته و خبرها رو تنظیم میکنه معلومه تحت تاثیر به اصطلاح سیاست حاکم بر کانال هست و میدونه چه خبرهایی رو برجسته بکنه چه خبرهایی رو برجسته نکنه، این صد البته. و عکسش هم هست. تلویزیون هایی هم که به نوعی وابسته به پکاکا هستن برنامه های زیادی دارن به زبان های مختلف و اونم اخبار تمام مناطق کردستان رو پخش میکنن. به طور کلی آگاهی بسیار زیاد شده از بخش های مختلف کردستان و هر اتفاقی که بیفته خیلی سریع پخش میشه و خبر رو میگیرن، علاوه بر این که البته فیسبوک و اینستاگرام و اینا هم که هستن، توییتر رو. خیلی ازتون ممنونم. من آخرین سوال رو میخوام خیلی به سرعت با شما در مورد همکاری 40 کانون چپ و مترقی در باره مخالفت با خشونت بر زنان که اخیراً در خارج از ایران با هم دیگه دست به یک اکسیون مشترک زدن، سوال کنم که آیا کردهای ساکن اروپا و آمریکا هم به این 40 کانون چپ و دموکرات ملحق شدن؟ آیا شما اطلاعی دارید از این قضیه؟ من اطلاع دقیق ندارم، منتها میدونم که در این زمینه فعالیت‌های خیلی زیادی شده. من خودم در یه مورد، در اتفاقا یه سازمانی که در لندن ایجاد شد، من اونجا جزء به اصطلاح مؤسسین بودم، اینکه 2-3 سالی کار کردیم، متاسفانه نشد، تعداد اونایی که بودن نتونستیم کار رو ادامه بدیم. منتها به طور کلی وقتی فعالیت هایی در این زمینه انجام میگیره معمولا جریاناتی هستن از کردها که شرکت میکنم. در این مورد مشخص خبر ندارم. آقای احمد اسکندری، از شرکتتون تو این برنامه یک دنیا متشکرم، به خصوص این که
اطلاعات و تحلیلی که شما میدید کاملا نشون میده که دستتون توی قضیه هست و از تجربیات شخصی و فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی و فرهنگیتون صحبت میکنید. یک دنیا از شرکتتون ممنونم و امیدوارم که باز هم بتونیم در خدمت شما باشیم. خواهش میکنم، خیلی لطف داریم. منم برای شما آرزو موفقیت میکنم و خوشحالم که تونستم با کانال شما باشم. موفق باشید.